سازمان یونسکو خواهان تلاش جامعه جهانی برای احیای میراث فرهنگی در عراق شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با برگزاری کنفرانسی دو روزه در پاریس و با هدف حفاظت از میراث فرهنگی مناطق آزاد شده در عراق از جامعه جهانی خواست تا از تلاشها برای احیای میراث فرهنگی این کشور حمایت کنند. در این کنفرانس نمایندگان دولت عراق و کارشناسانی از حدود 80 کشور جهان شرکت داشتند. آنها تصمیم گرفتند در راستای حفاظت از میراث فرهنگی عراق، کمیته دیدبان مشترک با حضور نمایندگان عراق و یونسکو برای انجام هماهنگی های بین المللی در این زمینه ایجاد شود. ایرینا بوکووا از مسئولین یونسکو در این کنفرانس تصریح کرد میزان تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در عراق از آنچه که تصور میشد بسیار زیادتر است بنابراین تمام تلاش خود را برای حفظ این آثار انجام می دهیم. محمد اقبال وزیر آموزش عراق نیز با اشاره به تخریب های عظیم تاریخی و فرهنگی توسط سنی های روی داعش گفت ما باید از تجارت و قاشق آثار تاریخی عراق به خارج جلوگیری کنیم. و یفزود تمام کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید در این زمینه به قطعنامه شورای امنیت پایبند باشند.